سلام به هاشی نیوزی های گل. هواپیماهای جنگنده پیشرفته ترین، قدرتمند ترین و پیچیده ترین هواپیما ها هستند. بنابراین کاملا طبیعیه که گرون ترین ها هم باشند. پس اگه مجبور بودید یکی رو بخرید، کدوم یکی رو انتخاب میکردید؟ توی این مقایسه فقط قیمت جنگنده ملاک رده بندی بود و برنامه های توسعه، هزینه های نگهداری و بقیه مواردی که به تنهایی هزینه های زیادی رو به خریدار تحمیل میکنه و در دراز مدت ممکنه جنگنده گرونتر رو بصرفه تر بکنه و یا برعکس ملاحظه نمیشه. نکته دوم این که قیمت خریده جنگنده هیچ وقت ثابت نیست و بسته به قدرت چون زنی و عوامل دیگه ممکنه متفاوت باشه. خیلی از کشورها هم هواپیماهای تولید داخل خودشون رو خیلی ارزان‌تر از قیمت صادرات اون خریداری میکنن و یا ممکنه بعضی ها موفق به تولید کامل یا جزی از جنگنده مورد نظر توی کشور خودشون باشن. پس قیمت صادرات خالص در صورت امکان برای این لیست در نظر گرفته میشه، اما نباید اون رو مسلم دونست و در نهایت فقط جت هایی که در حال حاضر در حال تولید هستن توی این لیست گنجونده میشه. بنابراین جنگنده هایی مثل F-22 رپتور و یا F-117 نایت هاوک یا بقیه جت هایی که واسه زمان خودشون خیلی گرون بودن اما دیگه تولید نمیشن لحاظ نمیشه. علاوه بر این فقط گرونترین نوع یک مدل خاص هم در نظر گرفته شده. بریم با هم یه مقایسه خفن داشته باشیم و اگه تا حالا با هاشی نیوز همراه نشدید، سریع کلید سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. لاکهید مارتین F-35B/C با قیمت 135.8 میلیون دلار. در حالی که قیمت یه فروند F-35A توی سالهای اخیر به شدت کاهش پیدا کرده، انواع پیچیده تر اون یعنی F-35B و C روند مشابه رو دنبال نمی کنن. اگه انصاف داشته باشیم، انواع A، B و C واسه اهداف مختلف جنگنده های مختلفی هستن. گرونترین جنگنده F-35B هستش که به برخاست کوتاه و فرود عمودی مجهزه، در حالی که F-35C نسخه هستش که روی هواپیما بر کار میکنه. اگرچه گفته میشه که این سه جنگنده درصد بالایی از قطعات مشترک رو دارن، اما در واقع این اشتراک بیشتر از 30% نیست. به این معنی که بهینه‌سازی تولید واسه یکی به سختی به روی دیگری کار میکنه و در مجموع این موارد F-35B رو به گرونترین هواپیمای جنگنده قابل خریداری توی سال 2021 تبدیل میکنه. یوروفایتر تایفون حدود 124 میلیون دلار. یوروفایتر تایفون یه هواپیمای دیگه جنگنده اروپایی، اگرچه قیمت بالایی داره اما ممکنه واسه خریدارای داخلی اتحادیه اروپا تا اندازه 50 میلیون دلار هم ارائه بشه، اما قیمت صادرات اون خیلی بالاتره و چون قیمت صادرات خارجی ملاک رتبه بندی ماست، توی این جایگاه جای میگیره. طبق گزارشات ایرباس توی سال 2018 یوروفایترز رو به قیمت هر فروند 138 میلیون یورو به هند پیشنهاد داده که هنوز هم ارزان‌تر از مبلغیه که هند واسه رافال پرداخت کرده. جنگنده داسو رافال حدود 115 میلیون دلار. گزارش‌های مختلفی در مورد قیمت رافائل وجود داره که توی معتبرترین موارد بین 100 تا 120 میلیون دلار واسه هر فرونده، که این قیمت بر اساس نیاز مشتری و تجهیزات نصب شده متفاوته. اما چیزی که مسلمه، نیروی هوایی فرانسه قطعاً جنگنده رو با هزینه خیلی کمتری خریده. اگرچه معامله هند و فرانسه به دلیل بعضی از اختلالات توی قیمت نهایی محدود شده، اما با این وجود رافال یکی از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های تولید شده توی یکی از گران‌ترین مناطق جهان از لحاظ هزینه هاست، بنابراین ارزون نیست. جنگنده چنگدو J-20 با 100 میلیون دلار قیمت. درباره جت نسل پنجم چینی اطلاعات کمی در دسترس و قیمت اون هم بیشتر بر اساس حدس و گمانه. با این وجود، با توجه به این واقعیت که چین فقط چند دهه پیش به هیچ عنوان صنعت هواپیمایی نداشته و هزینه‌های نیروی انسانی توی این کشور به طور مداوم در حال افزایشه و همچنین تا همین اواخر این کشور مجبور بود تمام موتورهای جت رو از روسیه بخره، این برآورد واقع بینانه به نظر میرسه. هرچند که J-20 واسه فروش نیست، چون چین هرگز قصد نداره جنگنده برتر خودش رو صادر بکنه، اما در آینده خیلی نزدیک ممکنه جنگنده نسل 5 شنیانگ F-31 رو واسه بازار بین المللی ارائه بده، اگرچه قیمت اون هم تا حالا مشخص نیست. مکدونل داگلاس F-15 EX با 87.7 میلیون دلار.
از اولش قرار نبوده F-15 ارزون باشه و آخرین نمونه اون F-15EX این رو نشون میده. قرار این مدل جایگزین مدل‌های قدیمی C و D بشه، چرا که از لحاظ هزینه عملیاتی و هزینه تعمیر و نگهداری مقرون به صرفه تر از پیشرفته ترین جت های نسل پنجمه. این مقرون به صرفه بودن بیشتر توی هزینه های عملیاتی موجب برگشت سرمایه خواهد بود، چون هواپیما خودش گرونتر از F-35A. هزینه عملیاتی این جنگنده قرار فقط 26 هزار دلار در ساعت باشه. در مقابل دولت ایالات متحده فقط امیدواره که تا سال 2024 هزینه عملیاتی F-35A رو به 36 هزار دلار برسونه. این موضوع و همچنین شباهت‌های عملکردی به مدل‌های قبلی F-15EX رو برای خیلی از کشورها به یه هواپیمای جذاب تبدیل می‌کنه. جنگنده سوخو 35 فلانکر ای با 85 میلیون دلار. هواپیماهای جنگنده روسی به ارزون قیمت بودن شهرت دارن و این فقط مختص به سوخو 35 نیست. در واقع قیمت صادراتی اون از سوخو 57 آخرین جنگنده نسل 5 روسی هم بیشتره. البته تا حالا هیچ قراردادی واسه سوخو 57 منعقد نشد و قیمت و هزینه اون هم غیر رسمیه. به همین دلیل حداقل تا حالا سوخو 35 گرونترین جت روسی باقی مونده. همین قیمت هم ممکنه یکم گیج کننده به نظر برسه. سوخو 35 که یه جنگنده پیشرفته توسعه یافته از در این خانواده، یعنی سوخو 37 دوران اتحاد جماهیر شوروی، متعلق به همون خانواده سوخو 30، سوخو 33، سوخو 34 و سوخو 37، در حالی که سوخو 33 و سوخو 37 واسه فروش نیستن، قیمت سوخو 34 و سوخو 30 همگی بیش از دو برابر ارزون تر از سوخو 35. همین نکته توضیح میده که چرا تلاش میکنه که واسه این جنگنده مشتری پیدا کنه. خیلی از کشورها هم به اون علاقه‌مند شدن و بعضیا مثل چین و مصر تعدادی از اون رو هم خریدن، اما به هر حال از لحاظ قیمتی در برابر سوخو 30 فلانکر ای یکم احمقانه به نظر میرسه. جنگنده ساب JAS-39 ای گریپن با قیمت 85 میلیون دلار. جنگنده JAS-39 گریپن سوئدی از انواع سی و دی به داشتن ارزون ترین هواپیماهای جنگنده نسل 4 یا 4.5 معروفه. هزینه اون میتونه تا 30 میلیون دلار واسه هر قطعه معامله همچین ماشین پیشرفته ای باشه، اما جدیدترین نسخه های اون یعنی ای و اف وضعیت رو کمی تغییر داده، در حالی که هزینه های پروازی اونها هنوز خیلی ارزون تر از هواپیماهای جنگنده نسل پنجم هستن، اما هزینه یه فروند از این جنگنده بیش از دو برابر شده. توضیح در این مورد در اختلاف جت ها نهفته است. این جنگنده تقریبا توی همه موارد بجز چارچوب هواپیما به روز شده. رادار جدید، موتور او یونیکو، سیستم تسلیحاتی بهبود یافته، چیز کمی از گریپن قدیمی باقی گذاشته که توی سال 2012 پیش بینی میشد قیمت نسل جدید جاز 39 بیش از 100 میلیون دلار باشه، اما فقط توی آخرین سالها بود که ساب موفق به کاهش قیمت شد و با این کاهش گریپن یه بار دیگه به جت پرطرفدار توی بازار بین المللی تبدیل شد. جنگنده لاکید مارتین F-35A با 77.9 میلیون دلار. در مورد جنگنده F-35 همه چیز پیچیده است. این جنگنده به عنوان گرونترین سیستم تسلیحاتی توی تاریخ خودش رو ثبت کرده. اگرچه لاکید مارتین موفق شد هزینه تک فروند F-35A رو به کمتر از 80 میلیون دلار برسونه، اما کیه که ندونه که این قیمت فقط نوک کوه یخه. هزینه‌های عملیاتی هر ساعت پرواز این جنگنده به صورت رسمی 37 هزار دلار، غیر رسمی خیلی بیشتر عنوان میشه و رکورددار بیشترین هزینه عملیاتی در جهانه. بنابراین خرید هواپیما نسبتاً ارزون، اما هزینه عملیاتی و تعمیر و نگهداری اون خیلی گرونه. اما همینطور که قبلا گفتیم این هزینه رو لحاظ نکردیم تا این جنگنده توی رتبه 8 گرونترین جنگنده قرار بگیره. البته انتقاداتی هم به لاکید مارتین درباره نحوه قیمت گذاری این جنگنده وارد میشه که به طور مثال لوازم جانبی و بعضی از منظومات رو به روی قیمت جنگنده محاسبه نکرده و اصل قیمت بالاتره. همچنین F-35A فقط یکی از سه نمونه خیلی متفاوت و ارزان ترین اون هستش و از اونجا که اختلاف قیمت خیلی فاحشی داره، اگه با برادرای اون توی پایین لیست مواجه شدی نگران نباشید. بوینگ F-18E سوپر هورنت با قیمت 67.4 میلیون دلار. جنگنده F-18E سوپر هورنت توی اواخر دهه 90 وارد بازار شد و جایگزین هورنت‌های قدیمی‌تر از انواع A، B و C و D شد. اگرچه در اصل توی درجه اول جنگنده مستقر توی ناو هواپیما بره، اما موفق به جذب قابل توجهی از کشورهایی شده که قصد دارن از اون فقط به عنوان جنگنده متعارف باند پرواز استفاده کنن. آخرین به روزرسانی F-18A پیکربندی بلاک 3 از پیشرفت‌های چشمگیری
پی سیستم ها اسلحه برخوردار و سوپر هورنت رو با جدیدترین جنگنده های نسل 4.5 برابر کرده، اما قیمت رو هم افزایش میده. گرونترین نوع این جنگنده EA-18 جیگرولر یه هواپیمای اختصاصی جنگ الکترونیک با قیمت 100 میلیون دلاره، در حالی که میشه اون رو به مهمات هوا به هوا و هوا به زمین هم مجهز کرد. اما این نسخه بیش از حد تخصصی که بخوایم اون رو مثل جنگنده های معمولی در نظر بگیریم. بدین ترتیب این برنامه از هاشی نیوز هم به پایان خودش رسید. امیدواریم از این برنامه لذت برده باشید و لطفاً اگه واقعا لذت بردین اون رو برای دوستانتون هم به اشتراک بگذارید و با لایک ها و کامنت های انرژی بخشتون ما رو حمایت کنید. تا برنامه بعدی از هاشی نیوز، خداوند یار و نگهدارتون.